سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. از زمان حضور گراهام پاتر روی نیمکت چلسی این تیم موفق به کسب نتایج درخشان شده است. یوونتوس در شب که در نیمه اول نمایش وحشتناک داشت در نهایت 4-3 مغلوب بنفیکا شد. ریال مادرید در شب که نمایش خوب ارائه نداد 3-2 در خانه لایپزیگ مغلوب شد. ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن بهترین بازی خود را با پیراهن این تیم به نمایش گذاشت. چلسی دیشب در خانه سالزبورگ نمایش خوب ارائه داد و با دو گل ماتیو کوواچیچ و کای هاورتس 2-1 از صدر سالزبورگ گذشت. بعد این ترتیب آنها علیرغم شروع ضعیف در لیگ قهرمانان و کسب تنها 2 امتیاز از 1 بازی اخیراً به 3 پیروزی متوالی دست یافته و صعود خود به دور بعدی این تورنمنت را به عنوان صدرنشین را قطعی ساختند. در واقع همین شروع بعد در لیگ قهرمانان و البته لیگ برتر بود که باعث شد توماس توخیل خیلی زود و در اوایل فصل اخراج شده و جای خود را به گراهام پاتر بدهد. اما سرمربی جدید چلسی در همین مدت کوتاه حضور خود روی نیمکت عملکرد فراتر از تصور داشته و این تیم را دوباره تبدیل به یک مدعی جدی در تمامی مسابقات کرده است. گراهام پاتر پس از ویلیام لوئیس در سال 1906-1907 تبدیل به دومین سرمربی انگلیسی چلسی شد که در 9 بازی اول خود در تمام رقابت‌ها بدون شکست بوده است. همچنین گراهام پاتر پس از روبرتو دی ماتیو در سال 2012 به اولین سرمربی چلسی تبدیل شد که در 4 دیدار ابتدایی خود در لیگ قهرمانان اروپا شکست نخورده است. آبی‌های لندن در آن فصل در لیگ قهرمانان برای اولین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی دست یافتند و هواداران این تیم امیدوارند این رویای بزرگ در این فصل نیز محقق شود. نتایج ضعیف یوونتوس در این فصل در لیگ قهرمانان ادامه دارد و در هفته پنجم این تورنمنت حذف این تیم قطعی شده است. فصل در اروپا برای بیانکونلی با شکست برابر پاریس سن ژرمن آغاز شد و دیشب آنها کورسوی امید برای برتری در خانه بنفیکا و حفظ شانس صعود به دور بعدی داشتند. اما یوونتوس در نیمه نخست نمایش بسیار ضعیف ارائه داد و در نهایت با قبول شکست خیلی زود خداحافظی خود با لیگ قهرمانان در این فصل را تقریبا مسجل کرد. این برای اولین بار در تاریخ لیگ قهرمانان بود که یوونتوس در نیمه اول 3 بار دروازه خودش را باز شدن میدید و در نهایت این عملکرد افتضاح در 45 دقیقه نخست باعث شد عملکرد خوب بیانکونلی در نیمه دوم نیز اثر بخش نباشد. در همان دقیقه دروازه یوونتوس یک بار دیگر نیز باز شد و دو گل ارکادیوش میلیک و وستون مکینی در اواخر بازی نیز برای فرار از شکست کافی نبود تا شکست 4-3 نصیب تیم ماکس آلگری شود. کسب تنها 3 امتیاز از 5 بازی و قبول 4 شکست از 5 مسابقه بدترین عملکرد سالهای اخیر یوونتوس در لیگ قهرمانان را رقم زد و بعید به نظر میرسد هواداران این تیم دیگر تحمل حضور ماکس آلگری را روی نیمکت تیم مورد علاقهشان داشته باشند. ماکس آلگری سرمربی با تجربه یوونتوس اعتراف کرد بازیکنان تیمش عصبانی و ناامید هستند و البته آنها در ادامه فصل به کسب موفقیت در لیگ ایتالیا فکر میکنند. ماکس آلگری گفت ما زندگی را برای خودمان سخت کردیم. از دو موقعیت خود توسط دوسان ولاهوویچ استفاده نکرده و در ادامه خیلی زود در شروع نیمه دوم دروازه ما باز شد. حذف از لیگ قهرمانان برای یوونتوس دردناک است و ما عصبانی و ناامید هستیم، اما اکنون باید روی سری آ تمرکز کنیم زیرا شروع خوب در این فصل نداشتیم و حالا باید انرژی فیزیکی و روحی خود را ریکاوری کنیم. ما باید این حذف را بپذیریم و این ناامیدی را به انگیزه برای بازی بعدی مقابل لچه تبدیل کنیم. قطعا حذف ما قبل از این قطعی شده بود، اما ما همچنان باید در جریان مسابقه میماندیم زیرا علیرغم نیمه اول ضعیف این حس را داشتم که همچنان میتوانیم بنفیکا را اذیت کنیم. متاسفانه ما کار را برای خودمان سختتر کردیم. بنفیکا در شروع به شدت فشار می آورد و ریز ده حملات خطرناک بود و من امیدوار بودم حضور میریتی و ارکادیوش میلیک سطح کیفی تیم را در نیمه دوم بهتر کند، اما آنجا دیگر 4-1 عقب افتاده بودیم. ما هنوز شانس حضور در لیگ اروپا را داریم. ما امیدوار بودیم بازی آخر ما ارزش بیشتر داشته باشد، اما متاسفانه در بهترین حالت میتوانیم به لیگ اروپا برسیم. متاسفم که از لیگ قهرمانان حذف شدیم. باید نمایش 20 دقیقه آخر را تکرار کرده و روی قهرمانی لیگ و پیروزی در لچه تمرکز کنیم. ما باید به کار خود ادامه داده و در لیگ زنده بمانیم. نشریه تاتا نوشت جوابگوی آسیب‌های یوونتوس کیست؟ یووه که با شکست مقابل بنفیکا از لیگ قهرمانان کنار رفت حداقل 25 میلیون یورو بابت این حذف از دست میدهد. این باشگاه 175 میلیون یورو سالانه برای مربی و بازیکنانش هزینه میکند. ریال مادرید دیشب در لیگ قهرمانان اروپا در خانه لایپزیگ با نتیجه 3-2 مغلوب شده و اولین شکست خود در مسابقات این فصل در تمامی رقابت‌ها را متحمل شد. کارلو آنجلوتی سرمربی با تجربه ریال مادرید در پایان این دیدار مدعی شد تیمش بعد از دریافت 2 گل برای بازگشت ریسک کرده و البته نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. کارلو آنجلوتی گفت ما از 2 ضربه ایستگاهی گل خوردیم. لایپزیگ در زدن ضد حملات بسیار خوب بود و نکته کلیدی این دیدار آن 2 گل حریف از روی ضربات ایستگاهی بود. من عصبانی نیستم. این شکست گرچه ما را آزار میدهد اما خیلی به ما آسیب نخواهد زد و همچنان ما شانس دیگر برای قطعی کردن صدرنشینی خود در لیگ قهرمانان اروپا داریم. با حواسمان به ضربات ایستگاهی نبود و در جایی که معمولا قوی هستیم گل خوردیم. آنها بهترین کیفیت خود در ضد حملات را نشان داده و به ما ضربه زدند. ما سعی کردیم به گل تساوی برسیم و من مشکل در تلاش و نگرش تیم ندیدم. شکست دیر یا زود اتفاق می افتد و البته هر باخت دردناک است، اما برخی شکست ها کمتر از دیگر دشوار هستند و ما هنوز شانس دیگر برای صدرنشینی داریم. قطعا در برخی موارد نکات بیشتر از شکست یاد می گیرید تا از 20 برد متوالی. ما در نیمه دوم نمایش مورد نظر خود را ارائه داده و موقعیت هایی برای گلزنی داشتیم. کنترل خوب بر جریان مسابقه پیدا کرده بودیم، اما لایپزیگ گل سوم را به ثمر رساند. با
برای بازگشت باید ریسک میکردیم، اما این مسئله را باید بپذیریم. البته نتیجه مورد نظر ما را در پی نداشت. من بهانه برای سرزنش بازیکنان ندارم، آنها در بازی های زیاد پیروز شدند. بعد از دریافت گل دوم کمی جریان بازی را کنترل کردیم و می توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم. اگر این اتفاق رخ میداد همه چیز به شکل دیگر پیش میرفت، اما امشب ما در بهترین حالت خود نبودیم. تیبو کورتوا سنگربان بلند قامت و بلژیمی ریال مادرید مدعی شد این سبک بازی سوی آنها قابل قبول نیست و لاس بلانکوز در طول دیدار با لایپزیگ مرتکب اشتباهات فراوان شده است. تیبو کورتوا گفت: ما از انرژی لازم و قدرت هجومی همیشگی خود برخوردار نبودیم و شما هزینه چنین عملکرد را پرداخت میکنید. سرمربی به ما تذکرات لازم را داد و ما باز هم اشتباه کردیم. امروز در ارسال پاس‌ها و کنترل توپ بارها ضعیف عمل کردیم و در کل بازی خوب نبود. لایپزیگ در دقایق پایانی به گل سوم رسید و کار را تمام کرد. اگر دقیق‌تر می بودیم می توانستیم به بازی برگردیم، اما این اتفاق رخ نداد و در ادامه ما یک گل غیر ضروری دریافت کردیم. لایپزیگ در عرض چند دقیقه برای ارسال دو کورنر موفق شد دو بار دروازه ما را باز کند و این اتفاق برای تیم مانند ریال مادرید غیر قابل قبول است. توانستیم اختلاف را به حداقل برسانیم، اما در کل نمایش خوب ارائه ندادیم. لایپزیگ در ضد حملات بسیار خوب و خطرناک ظاهر شد و البته ما نیز مثل همیشه دفاع نکردیم. حالا باید استراحت کنیم و برای دیدار با خیرونا آماده شویم و قطعا آن روز بهتر بازی خواهیم کرد. این اظهارات به گوش کارلو آنجلوتی نیز رسید و این مربی ایتالیایی به هیچ وجه از نظرات دروازه‌بان تیمش پس از این شکست خوشش نیامد. او در نشست خبری پس از بازی در پاسخ به سوال در این باره گفت: کورتوا گفت ما بدون فشار و قدرت هجومی بازی کردیم. نظر او برای خودش است. گل دوم ریال مادرید را در این بازی رودریگو در دقیقه 94 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. این ستاره جوان برازیلی با گلی که در این بازی به ثمر رساند تاریخ ساز شد. او به جوانترین بازیکن تاریخ ریال مادرید تبدیل شد که توانسته است در لیگ قهرمانان اروپا از روی نقطه پنالتی گلزنی کند. رودریگو با 21 سال و 289 روز به کم سن و سال ترین بازیکن تاریخ ریال مادرید تبدیل شد که در لیگ قهرمانان اروپا از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. پیش از این راول با 22 سال و 261 روز رکورددار گلزنی از روی نقطه پنالتی برای ریالی ها در لیگ قهرمانان اروپا بود که رودریگوی برازیلی این رکورد را در دیدار برابر لایپزیگ شکست. رودریگو در فصل جاری عملکرد خوب از خود نشان داده است. این بازیکن برازیلی هم مانند وینیسیوس بعد از آمدن کارلو آنجلوتی به کلی متحول شده است و به یکی از بهترین های تیمش تبدیل شده است. ریال مادرید با وجود این شکستی که در دیدار برابر لایپزیگ تجربه کرد با 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی باقی مانده، این در حال است که لایپزیگ با 9 امتیاز در رده دوم جای دارد. پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا جشنواره گل برا انداخت و توانست برابر مکابی با نتیجه 7-2 به پیروزی دست پیدا کند. ستاره پاریس سن ژرمن در این بازی میسی بود که توانست دو گل به ثمر برساند و دو پاس گل هم بدهد که این بهترین عملکرد او از زمان حضورش در تیم پاریسی است. میسی که در تابستان سال قبل به پاریس سن ژرمن پیوست در فصل نخست حضورش در این تیم عملکرد خوب از خود نشان نداد و با انتقادهای زیاد مواجه شد، اما این فوق ستاره آرژانتینی در فصل جاری بسیار آمده و سرحال نشان داده است. میسی به تنها بازیکن در 5 لیگ معتبر اروپایی تبدیل شده است که توانست در فصل جاری بیشتر از 10 گل و 10 پاس گل را به نام خود به ثبت برساند که این نوید روزهای خوب را برای این بازیکن میدهد. بسیاری بر این باور هستند که درخشش میسی در فصل جاری میتواند زمینه را برای قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا مهیا کند. او تا پایان فصل جاری با تیم پاریسی قرارداد دارد و خبرهای زیاد درباره احتمال بازگشت او به آبیانری ها به گوش میرسد. کریستوف گالتیه سرمربی پاریس سن ژرمن در نشست خبری بعد از بازی گفت: من احمق خواهم بود که بگویم که بهترین تیم در جهان هستیم. با وجود عملکرد بسیار خوب مثلث خط حمله هنوز باید پیشرفت کنیم و کارهای زیاد برای انجام دادن داریم. ما باید به گونه‌ای بازی کنیم که مثلث خط حمله در میدان آزادتر حرکت کند. همه میدانند که میسی، نیمار و امباپه اگر فضا داشته باشند چه بازیکنان هستند. توپ با این سه بازیکن به صورت و روان منتقل می‌شود. من هر روز از دیدن این سه بازیکن در تیمم لذت می‌برم. فشار روی خط حمله زیاد است. مدیریت باشگاه باید به فکر تقویت خط میانی باشد تا از فشار روی خط حمله بکاهد. باور کنید که میسی، نیمار و امباپه از بازی کردن در کناره‌ها هم لذت می‌برند و چنین چیز را دوست دارند. تمرین اخیر ما استثنایی بود، روی این پیروزی پرگل نقش داشت. امیدوارم که این نمایش ادامه داشته باشد. ما هدف مهم خود را که صعود به دور بعد بود به دست آوردیم. اکنون یک بازی دیگر در تورینو داریم که باید نهایت تلاش خود را برای پیروزی به کار ببریم، چرا که صعود به عنوان صدرنشین برای من بسیار مهم است. گالتیه در پایان گفت: تنها در 5 دقیقه نخست نیمه دوم جنگندگی و برش لازم را نداشتیم و حریف دروازه ما را باز کرد. نباید اجازه بدهیم که به راحتی دروازه ما باز شود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.